دیدار معاون اقتصادی ریاست الوزراء با شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران روسی در کابل. در اعلامیه‌ای که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء نشر کرده آمده است که سرمایه‌گذاران روسی در این دیدار برای سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده و گفتند که آمادگی دارند تا در بخش‌های صنعت، رشد تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی مشترکاً با حکومت افغانستان کار کنند. اعلامیه می افزاید که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این دیدار از علاقه‌مندی این سرمایه گذاران روسی برای سرمایه گذاری در افغانستان استقبال کرده و وعده همکاری در زمینه ایجاد تسهیلات لازم را برای آنان داده است. معاون اقتصادی ریاست الوزراء به سرمایه گذاری روسی از هر نوع همکاری از سوی امارت اسلامی اطمینان داد و از آنان خواست که پس از ارزیابی بازار و ظرفیت‌ها در افغانستان تجارت و سرمایه گذاری خود را در فضای آرام آغاز کنند. کشورهای روسیه و ترکیه و بعضی کشورهای دیگه منطقه در رابطه با سرمایه گذاری در عرصه تکنیکی، زراعتی و صنعتی بر افغانستان تعهدات زیادی سپرده بودند، اما تا فعلا متاسفانه اینا به تعهدات خود عمل نکردند. همزمان با این شماره از سرمایه‌گذاران ترکی با مقام‌های وزارت انرژی و آب دیدار کرده و وعده سپردند که در تولید 900 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. نمور شرکتون مسئولین په افغانستان کې له داخلي منابع څخه د انرژي د تولید لپاره تر 900 مگاوات برېښنا پوري د پنګونې په مخه خپل لیوالتیا څرګنده کړه، او همداراز د برېښنا د انتقالي موضوع او همداراز د ماستر پلان د تجدید او توسعه په برخه کې د همکارۍ څرګندونه وکړه. اعضای بخش خصوصی نیز میگویند که امارات اسلامی زمینه فعالیت‌های اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است و همه سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. اسلامی امارات دو حکومت در اکثر دوی خپل سیاست اقتصاد محور اعلان کړ. د منطقي لحاظ نه او د نړیوال لحاظ نه اعلان نه وکړه چې راشي په افغانستان کې سرمایه‌گذاری وکړي. زیات شرکتونه راغله داخلي او خارجي په افغانستان کې سرمایه‌گذاری شروع کړي. دا اوس هم د روسی او د قزاقستان، ازبکستان، همدارسې د ترکیې ډېر مملکتونو سرمایه‌داران غواړي چې په افغانستان کې سرمایه‌گذاری وکړي. اعضای سکتور خصوصی میگویند که اگر سرمایه گذاری در تولید انرژی در کشور افزایش یابد، توسعه اقتصادی افغانستان به سرعت پیش می رود و کشور از مشکلات اقتصادی رهایی پیدا خواهد کرد.